در بخش آخر از فصل دوم ما میخوایم در مورد کامپوننت های اصلی ویندوز صحبت کنیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم خیلی خوبه که یه بار دیگه معماری ویندوز رو با هم دیگه ببینیم. معماری که میبینیم خیلی چیز ناآشنایی واسه ما نیست. در مورد کامپوننت های مختلفش ما تو جلسات پیش صحبت کردیم. سه سطح کلی یوزر مود، کرنل مود و هایپروایزر داره. یوزر پروسس 4 تایپ مختلف از پروسس ها رو ساپورت میکنه، مثل یوزر پروسس هر در واقع هر اپلیکیشنی که یوزر در سیستم خودش اجرا کنه تو این دسته قرار میگیره، یا پروسس های مربوط به سرویس ها که هر پروسس میتونه یک یا چند تا از سرویس های ویندوز رو تو خودش هاست کنه، مثل تسک اسکجولر، پینت اسپولر و سرویس های مختلف دیگه. پروسس های سیستمی هستن مثل وین لاگان، وین اینیت و چند پروسس دیگه ای که ما تو ادامه این بخش بهشون میپردازیم، و پروسس های آخر پروسس های مربوط به ساب سیستم هامون هستن مثل CSRSS که مربوط به ساب سیستم ویندوزه. اگر هم تو شکل دقت کنین سه پروسس اول هر کدومشون از ساب سیستم DLL ها استفاده میکنن. بر حسب اینکه ساب سیستم هر کدوم از این پروسس ها چی هست ممکن از دیلل های مختلف استفاده کنن، به غیر از پروسس های چهارم که environment sub system ها هستن که اونا sub systemشون native هست، یعنی به هیچ sub systemی تعلق ندارن، و در مورد sub system ها هم تو ادامه این فصل بیشتر صحبت میکنیم. و غالب این دیلل ها یعنی این sub system دیلل ها هم از طریق NTDLL عبور میکنن، و این NTDLL رابطه بین user mode و کرنل مود هست، یعنی اگر API در یوزر مود فراخونه شده باشه NTDLL معادلش رو در کرنل مود فراخونی میکنه و ریزالت رو به یوزر مود برمیگردونه. و اگه تو سیکشن کرنل مود نگاه کنیم بر حسب اینکه چه API فراخونی شده یکی از API ها از یکی از منیجمنت های اکزیکیوتیو فراخونی میشه. میتونه مربوط به مدیریت حافظه باشه، مدیریت پروسس باشه، مدیریت ترد باشه، مدیریت آبجکت ها باشه، و یا هر بخش دیگه از این اکزیکیوتیو یا کرنل رو میتونه درگیر کنه. و در نهایت اگه هم کار با سخت افزار نیاز باشه این کامپوننت هم نهایتا درگیر این موضوع میشه. و نکته‌ای هم که باید اشاره کنم اینه که مباحث مربوط به ویندوینگ و گرافیک از سرفصل آموزشی ویندوز اینترنال ما خارجه. اما کار ساب سیستم ها چیه؟ همونجوری که تو استاد قبلی دیدیم بخش اکزیکیوتیو کرنل مود یه سری سرویس هایی رو اکسپوز میکنه که برای اینکه ما بتونیم تو یوزر مود از اون سرویس ها استفاده کنیم نیازمند یک سری DLL ها هستیم تا یک اینترفیسی رو به ما ارائه بدن، و اپلیکیشن ها با فراخونی API ها اکسپوز شده از این DLL ها میتونن به سرویس های اکزیکیوتیو دسترسی پیدا کنن. اینجوری نیست که همه ساب سیستم هایی که تو OS تعریف شدن بتونن به همه سرویس های OS دسترسی پیدا کنن. هر ساب سیستمی بر حسب نوع کارکردی که داره به یه لیست خاصی از این سرویس ها دسترسی داره. و نکته مهم دیگه هم که باید بهش اشاره بشه اینه که هر فایل اجرایی تو ویندوز فقط و فقط میتونه به یک ساب سیستم تعلق داشته باشه، نمیتونه به صورت همزمان به دو تا ساب سیستم متعلق باشه. به این خاطر که هر وقت که یک ایمیج اجرا میشه اون بخش OS که مربوط به ایجاد پروسس هست با بررسی کردن هدر اون فایل ایمیج و تشخیص این که مربوط به کدام یک از این ساب سیستم ها هست به ساب سیستم متنازع یه نوتیفای میده که یک پروسس جدید در حال ایجاد هست. و به عنوان یک نکته برنامه‌نویسی هم برای اینکه مشخص کنیم که پروژه که می نویسیم متعلق به کدام ساب سیستم هست از ویژوال استودیو و از بخش لینکر میتونین مقدار آپشن ساب سیستم رو تغییر بدین و به مقداری که مد نظرتون هست ست کنین. همونجوری که تو اسلاید اولم بهش اشاره کردیم تو سیکشن یوزر مود همه پروسس ها بغیر از پروسس مربوط به انوایرمنت ساب سیستم ها به صورت مستقیم سرویس های خود ویندوز رو فراخونه نمی کنن. و اگه خاطرتون باشه اونجا هم گفتیم که این پروسس ها برای رسیدن به سرویس های ویندوز از یک سری ساب سیستم DLL ها استفاده می کنن. و کار این لایبری هم این بود که یه سری فانکشن هایی رو اکسپورت میکردن که با استفاده از اونها
برنامه هایی که لینک شدن به اون ساب سیستم مورد نظر بتون از این روتین ها فانکشن ها استفاده کنن. به عنوان مثال تو ساب سیستم ویندوز DLL هایی که برای این کار در نظر گرفته شده چند نمونهش مثل کنل CO2, ADV API CO2, User CO2 و GDI CO2 هست. و تو ساب سیستم دیپیکت شده SUA هم اون DLL که این کار رو ما انجام میداد PSX DLL بود. وقتی یک اپلیکیشن یه فانکشن رو تو یه ساب سیستم DLL فراخونی میکنه، یک از این سهالت اتفاق میفته. یا اون فانکشن کاملا تو یوزر مود پیاده سازی شده، مثل get current process که همیشه مقدار منفی یک رو به ما برمیگردونه و get current process ID که مقدار PID رو به ما برمیگردونه، و از اونجایی که مقدار PID تو طول حیات یک پروسس هیچ وقت عوض نمیشه، مقدارش تو یک جایی از حافظه کش شده که همیشه اون مقدار به عنوان خروجی برگردونده میشه. یا به عنوان حالت دوم، اون فانکشن نیاز به یک یا چند فراخونی از اگزیکیوتیو ویندوز داره، مثل رید فایل یا رایت فایل که نیاز دارن به ترتیب توابع انتی رید فایل و انتی رایت فایل رو یک یا چند بار فراخونی کنن تا عمل مورد نظرشون رو انجام بدن. و یا نیاز به این وجود داره که با فراخونی اون فانکشنه یه سری کارا داخل پروسس انوایرمنت ساب سیستم انجام بشه. و پروسس انوایرمنت ساب سیستم همونجوری که تو اسلاید اول دیدیم، یک پروسس تو سطح یوزر موده که وظیفش اینه که استیت پروسس هایی که تو اون ساب سیستم اجرا میشن و که در واقع یه جوری میشه گفت تحت کنترل خودش هستن و بخواد نگهداری کنه. به همین خاطر میان از طریق ALPC که مخفف Advanced یا Synchronous Local Procedure Call هست، یه ارتباط کلاینت سروری ایجاد میکنن که سرور میشه Environment Subsystem و کلاینت میشه اون اپی که اون فانکشن از DLL Subsystem رو فراخونه کرده. با فراخونی اون فانکشن درخواست انتقال داده میشه به سرورمون که همین Environment Subsystem ها بود و اون میره یه سری کارهای انجام میده و تا زمانی که کارش تموم نشده باشه، اون پروسسی که اومده اون فانکشن رو فراخونی کرده از ساب سیستم DLL مون ویت میکنه تا نتیجه رو دریافت کنه. و اما خارج از این سه مورد، یه مورد سه به اضافه یکی هم میشه اضافه کرد که این مورد آخری ترکیبی از مورد دوم و سوم، مثل فانکشن های مربوط به کریت پروسس و اگزیت ویندوز اکستند. و اما خود ساب سیستم ها چطور اجرا میشن؟ ساب سیستم ها توسط یه پروسس دیگه به نام سیشن منیجر تحت عنوان SMSS ایجاد میشن. و قبل از اینکه سیشن منیجرمون بیاد پروسس های مربوط به ساب سیستم رو اجرا کنه، میاد از ریجستری از آدرس HKLM سیستم کارنت کنترل ست کنترل سیشن منیجر و دایرکتوری ساب سیستم یه سری کلیدها رو میخونه. یه کلید اصلی که اینجا وجود داره کلید ویندوزه. کلید ویندوز همونجوری که از اسمش مشخصه یه مقدار الزامی باید داشته باشه و این مقدار الزامی پس مربوط به ساب سیستم ویندوزمونه. ساب سیستم ویندوز اسمش هست کلاینت سرور ران تایم ساب سیستم. و اگه به مقدار دیتای مربوط به کلید ویندوز نگاه کنیم، پس مربوط به CSRSS رو میتونیم مشاهده کنیم. و اگه بخوایم سه تا کلید مربوط به دیباگ، کی مود و آپشنال رو هم یک بررسی با هم دیگه داشته باشیم، کلید دیباگ فقط تو ویندوز XP معنی داشت و در حال حاضر به خاطر بکوارد کامپتیبل بودن تو نسخه جدید ویندوز هم اومده. کلید کی مود بخش کرنل مود ساب سیستم ویندوزمون رو مشخص میکنه که اسم فایلمون هست win32k و پسش هم تو تصویر میبینیم. و کلید سوم هم آپشنال هست و دلیل خالی بودنش اینه که SUA یا ساب سیستم مربوط به یونیکس غیر فعاله و در صورتی که این ساب سیستم فعال بود، مقداری که بهش تعلق میگرفت پس مربوط به psxss.exe بود و مقدارش هم آن دیمن بود، یعنی هر زمانی که برای اولین بار ویندوز به یک ایمیج SUA برخورد میکرد سراغ این کلید میرفت. و اما ساب سیستم ویندوز، ویندوز جوری طراحی شده که بتونه چندین انوایرمنت ساب سیستم مستقل رو ساپورت کنه و بتونه اونها رو اجرا کنه. و از اونجایی که ما میتونیم
چندین ساب سیستم مختلف داشته باشیم، پیاده سازی دوباره مسائل مربوط به ویندوینگ و گرافیک نیاز به یک داپلیکیت بسیار زیاد از کدها بود. به خاطر همین ویندوز به عنوان ساب سیستم اصلی خود او اس ویندوز در نظر گرفته شد. یعنی ما یه او اس ویندوز داریم و یک ساب سیستم ویندوز، ساب سیستم اصلی او اس ویندوز شده ویندوز. و طراحا این تصمیم رو گرفتن که فانکشن های اصلی و پایه‌ای رو داخل ساب سیستم ویندوز پیاده سازی کنن و سایر ساب سیستم ها هم در صورت نیاز به جای دوباره پیاده سازی بیان از ساب سیستم ویندوز استفاده کنن و اون فانکشن مورد نظر خودشون رو برای آیه‌های مربوط به نمایش فراخوانی کنن. و طبیعتاً با این طراحی ساب سیستم ویندوز میشه یک کامپوننت اصلی ویندوز و در صورتی که این ساب سیستم بالا نباشه سایر ساب سیستم ها ممکنه به مشکل بخورن. به خاطر همین پروسس مربوط به ساب سیستم ویندوز به عنوان کریتیکال در نظر گرفته میشه که در صورت کرش کردن یا هر اتفاق دیگه‌ای که مربوط به ترمینیشن این پروسس میشه سیستم کرش کنه. اما کامپوننت های اصلی ساب سیستم ویندوز چیا هستن؟ تو هر سیشن پروسس CSRSS چهار DLL واسه ما لود میکنه که کارهای ریز و مختلفی واسه ما انجام میدن. کامپوننت دوم Win32K هست که مربوط به کارهای گرافیکیه و یک درایوری که طبیعتا تو کرنل مود وجود داره. کامپوننت سوم پروسس کنسول هاست یا conhost.exe هست که مربوط به اپلیکیشن های کنسول بیسمون میشه. کامپوننت چهارم پروسس مربوط به دسکتاپ ویندو منیجرمونه. کامپوننت پنجم هم DLL های مربوط به ساب سیستممون و کامپوننت آخر هم درایور گرافیک هست. همونجور که گفتیم Win32K یک درایور تو کرنل مود برای کارهای گرافیکی ساب سیستم ویندوز هست و از اونجایی که ویندوز 10 خودش رو پلتفرم های مختلف اجرا میشه، مثلا روی دیوایس های IoT، روی ایکس باکس، روی گوشی و روی پی سی ها، اینها نیازمندی های گرافیکیشون متفاوته. مثلا ممکنه تو یکی از این پلتفرم ها ما نیاز اصلا به مینیمایز کردن نداشته باشیم، یعنی یه پروسس فورگراند همیشه داشته باشیم و همزمان نتونیم چند پروسس رو کنار هم دیگه داشته باشیم. اما اگه بیایم کلیه توابع Win32K رو برای تک تک این پلتفرم ها اکسپوز کنیم، یکی از مشکلات اینه که اتک سرفیس هامون رو بیشتر میکنه. به خاطر همین اومدن این Win32K رو شکستن به درایورهای مختلف دیگه. مثلا برای گوشی ها Win32K، Win32K مین و Win32K بیس رو لود میکنه. برای پلتفرم دسکتاپ Win32K میشه گفت تقریبا همه توابع رو لود میکنه، یعنی شامل Win32K بیس و Win32K فول میشه. و برای دیوایس های آیوتی هم در صورت نیاز Win32K فقط میاد درایور Win32K بیس رو لود میکنه. ما از کنسول ویندوز هاست اسپردیم. میخوام ببینیم که الان این کنسول ویندوز هاست چی هست. سابقا تو نسخه های قدیمی ویندوز، یعنی نسخه های قبل از ویندوز 7، مسئولیت مدیریت پروسس های کنسول بیس به عهده CSRSS یا همون پروسس مربوط به ساب سیستم ویندوزمون بود. اما با شروع از ویندوز 7 مسئولیتی که سابقا به عهده CSRSS بود الان به conhost.exe سپرده شد. اما این conhost.exe تو ویندوز 7 پروسس جداگونه ای هست که توسط CSRSS لود میشه و در صورت نیاز میتونه بین چند تا اپلیکیشن مختلف شیر بشه. یعنی پروسس سینگلی هست که توسط چند تا پروسس دیگه میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اما تو ویندوز 7 این موضوع بعدی دیگه ای که داشت این بود که CSRSS شاید مسئولیتش رو به conhost.exe واگذار کرد، ولی همچنان باید اینپوت رو از کاربر خودش دریافت میکرد و از طریق درایور Win32K که در موردش صحبت کردیم این داده ها رو میفرستاد به conhost.exe و از اونجا از طریق ALPC میفرستادیم واسه اپلیکیشن کنسول بیس همون که مثلا CMD ممکنه باشه. اما با شروع از ویندوز 8 و نسخه های بعدش اتفاقی افتاد. پروسس کنسول هاست سر جاش هست،
اما به جای اینکه این سری توسط CSRSS اسپان بشه، این دفعه توسط خود برنامه کنسول بیس همون اجرا میشه و از طریق یه درایور به نام کنسول درایور. و اون مشکلی که ما تو نسخه‌های قبلی داشتیم که CSRSS میومد اینپوت از کاربر دریافت میکرد و اون مسئول انتقال دادنه بود و اینجا یک کانتکست سویچ اضافه تری انجام میشد بین پروسس ها، تو ویندوز 8 و نسخه های بعدش اومدن این موضوع رو حذف کردن و خود پروسس میاد مستقیما با کنسول هاستات اگزه صحبت میکنه و از چه طریقی؟ از طریق همون درایوری که در موردش صحبت کردیم، یعنی کنسول درایور، و از اون طریق میاد کلی آیه های مربوط به رید کردن و رایت کردن رو انجام میده. ما اگه پروسس کنسول هاست رو تو پروسس اکسپلورر نگاه کنیم، از هندل هایی که داره یه هندل داره به همین درایوری که در موردش صحبت کردیم، یعنی درایور کنسول درایور. و همونجور هم که تو تصویر مشخصه کنسول هاست، یک چایلدی هست پروسس اصلیمون یا همون پروسسی که کنسول بیس هست میشه. اما این کنسول هاست کی اینیت میشه؟ این کنسول هاست تو دو حالت اینیت میشه. تو حالتی که اصلا ساب سیستم اون تایپش CLIه، یعنی تایپش کنسولیه، اونجا خودش به صورت اتوماتیک موقع لود شدن ایمیج انجام میشه. یا تو حالت دوم اگه مودمون جی او آی، اونجا میاد و در صورت نیاز اگه تو برنامه‌مون تابع مثل الوک کنسول صدا زده شده باشه، اونجا میاد این کنسول هاست اینیت میشه. ما تا الان میگفتیم ساب سیستم ویندوز، ولی الان گفتیم جی او آی یا کنسول. میخوام بگم که این دو تا حدتاش یکیه و کارکردشون یکیه و زی مجموعه همون ساب سیستم ویندوز محسوب میشن. و به عنوان نکته آخر، کنسول هاست برای ارتباط برقرار کردن با کنسول درایور طبیعتا نیاز به یه سری کد ها و یه سری فانکشن ها داره که این توابع داخل DLL کنسول هاست V2 پیاده سازی شده. اگه خاطرتون باشه اشاره کردیم که سابقا ویندوز ساب سیستم های POSIX و OS2 رو ساپورت میکرد و اون موقع دلیل این ساپورت کردن این بوده که بازاری مربوط به سرورها بوده و اون اپا هم اپای سروری بودن که باید اونا رو ساپورت میکرد و داخل ساب سیستم خودش اجرا میکرد. ولی به مرور وقتی که گذشت، این نیازمندی هم احساس شد که یه سری اپا که اپای معمولی ساب سیستم های دیگه هستن، اپای معمولی OS های دیگه هستن و توسط کاربرای عادی هم حتی پیاده سازی شدن، اونها هم باید داخل خود ویندوز این قابلیت وجود داشته باشه که بتونن اجرا بشن. و این نیازمندی باعث شد که ساب سیستم های قبلی و معماری قبلی کلا دیپیکیت بشه و سراغ یک معماری جدید بیان. اما این معماری قبلی چی بود و این معماری قبلی چه مشکلی داشت که مجبور شدن برن سراغ یک معماری جدید؟ معماری قبلی دو اشکال عمده داشت. مشکل اول این بود که ویندوز فقط PE متوجه میشه، پورتبل اکزیکیوتبل، یعنی غیر این هدر دیگه ای متوجه نمیشد تو اون زمان. به خاطر همین شما اگه یک کدی تو لینوکس مینوشتین، کامپایلش میکردین و کامپایل شده بهش میدادین، از اونجایی که هدرش الفود، ساختارش الفود، نمیتونه متوجه بشه که باید چی کار انجام بده. به خاطر همین نیاز مستقیم به کد داشت، یعنی شما باید کد برنامه‌تون رو بهش میدادین تا بخواد واسهتون اون رو به عنوان یک پروسس اجراش کنه. و به خاطر همین اومده بود یه سری فانکشن‌ها و لایبرری‌های نوشته بود و داخل PSXDLL گذاشته بود. و مسئله دومی که وجود داشت که یک جوری به مسئله اولمون مرتبط میشه این بود که ویندوز به جایی که بیاد امیولیت کنه، اومد یک جوری رپر روی فانکشن‌های POSIX نوشت. و این رپر نوشتنه ممکنه طبیعتاً یک سری آسیب پذیری ایجاد کنه، ایسه کماکاستی هایی داشته باشه و همه و اینا باعث میشه که تو آینده و تو یه اسکیل بزرگتری از اپلیکیشنی که قراره تو ویندوز اجرا بشه خودشو خیلی خیلی بیشتر نشون بده. و این جمله به این خاطره که تو زمانی که معماری قبلی طراحی شد و دیده شد، فقط یک تعداد اپ محدودی بود که مربوط به سروری بود که باید تو ساب سیستم ویندوز اجرا میشد. ولی به مرور زمان که این تنوع بیشتر شد و کاربرا این توقع داشتن که اپای معمولی که خودشون حتی تو لینوکس می نویسن و بخوان داخل خود ویندوز هم اجرا کنن، این مشکل و این معماری بد خودشو خیلی 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 بیشتر نشون داد.
اما برای حل مشکلاتی که تا الان بهش اشاره کردیم و معرفی یک معماری جدید، ما نیاز داریم به یک طریقی ساب سیستممون رو بسازیم که دیگه نیازی به این نداشته باشه که سیستم کالاهای انوایرمنت ساب سیستم هامون رو واسهشون رپر بنویسیم یا فقط و فقط بخوایم از پی ایمیج ساپورت کنیم. به خاطر همین مایکروسافت تحت پروژه‌ای به نام دلابریج اومده یک مدل معرفی کرده به نام مدل پیکو. تو مدل پیکو ما یه پرووایدر داریم. پیکو پرووایدر یک درایور کرنل مودی هست که خودش رو با استفاده از API PS ریجستر پیکو پرووایدر به سیستم ریجستر میکنه و به واسطه این ریجستر شدنه میتونه با کرنل ارتباط داشته باشه. اما این پیکو پرووایدره چه چیزایی رو در اختیار ما قرار میده؟ این مدل این اجازه رو به پرووایدر میده که بتونن ترد ها و پروسس های خاص خودشون رو بسازن که اصطلاحا بهشون میگن پیکو پروسس و پیکو ترد، و ضمن ساختن این پیکو پروسس ها یا پیکو ترد ها بتونن کانتکست خاص خودشون رو داشته باشن، تو سگمنت های خاص خودشون بنویسن یا داده های خودشون رو تو ای پروسس و ای ترد که ان شاء الله تو فصل های بعدی در موردشون بیشتر صحبت میکنیم، تو استراکچر های ای پروسس و ای ترد بتونن داده های خاص خودشون رو ذخیره کنن. و این اجازه به پرووایدر میده که اگه اتفاق خاصی واسه پیکو پروسس ها و پیکو ترید ها افتاد، مثلا سیستم کالی رو فراخونی کردن، اکسپشنی داشتن، ای پی سی داشتن، پیج فالتی رخ داد، ترمینیت شدن، کانتکستشون عوض شد، ساسپند شدن، ازیوم شدن یا مواد خیلی مختلف دیگه، به ازای هر کدوم از این اتفاقات و رخ دادها بتونه پرووایدر یه سری نوتیفیکیشن ها دریافت کنه. تو این اسلاید ساختار کلی یک پیکو مدل رو میبینیم. تو نسخه ویندوز 10 ساب سیستم جدیدی که معرفی شده ساب سیستم WSL یا ویندوز ساب سیستم فور لینوکس است. یعنی شما با فعال کردن فیچر WSL تو نسخه خاصی از ویندوز خودتون میتونین اپهای لینوکس رو اجرا کنید. همونجور که تو شکل میبینین ساختار اجرایی یک WSL رو داره نشون میده که هدف نهایی ما اینه که بخوایم بین بش رو اجرا کنیم با عنوان یک پروسس لینوکسی. ویندوز یه پروسسی به نام bash.exe رو در اختیار شما قرار میده که به واسطه اون شما بتونین بانری های لینوکس صدا بزنید. bash.exe به خودی خود نمیتونه بانری های لینوکس رو اجرا کنه و نیاز به یه واسطه داره برای انجامش به نام سرویس LX Session Manager. LX Session Manager یک بروکر حساب میشه که وظیفه اجرا کردن دستورات bash.exe رو داره. کنار اون یه سری کار اضافه تری مثل مدیریت پروسس ها و سینکرونیزیشن و مواد مختلف دیگر رو انجام میده. زمانی که اولین درخواست از طریق bash.exe صادر شد برای اجرا کردن یک فایل بانری لینوکس، یک اینستنس ساخته میشه به نام لینوکس اینستنس، همونجوری که تو تصویر دارید میبینید، و کلیه درخواست‌های دیگه هم داخل همین اینستنس اجرا میشن تا زمانی که آخرین دستور تموم بشه و دیگه نیاز به درخواست جدیدی نیست و اون زمان هست که این لینوکس اینستنس کلوز میشه. اما این لینوکس اینستنس چه مراحلی داره واسه اجرا شدن؟ اینی که سرویس ما یعنی سرویس الکسیشن منیجر میاد اینیتش رو اجرا میکنه و اون اینیته هم میاد اون کامندی که ما میخوایم مثلا بین بش رو برای ما اجرا میکنه. تا اینجا روند اجرای یک بانری لینوکس توسط یوزر رو دیدیم، اما اون پشت اتفاق میفته. ما با اینجاش نروز نرسیدیم که اگه بین بش اجرا بشه، بین بشی که یک فایل الف هست و پی ای نیست، اگه بخواد اجرا بشه چجوری ارتباط برقرار میکنه با کرنلی که کرنل ویندوزه و فقط پی ای میخواد بفهمه. این وسط دو تا درایور دیگه وجود داره به نام الکس کور و الکس اس اس که اینها مسئولیت جواب دادن به درخواست های باینری های لینوکس رو دارن. همون این دو تا درایور چطور به درخواست های باینری های لینوکس رو یک او اس ویندوزی جواب میدن؟ اگه درخواستی که از سمت باینری لینوکس اومده باشه و اون API‌اش قابل معادل سازی تو ویندوز داشته باشه، اونجا هستش که اینا با عنوان یک رپر عمل میکنن و کاری که انجام میدن اینه که API خود ویندوز صدا میزنن با یه سری تغییرات در پارامترها که اگه نیاز باشه یا نیاز نباشه. ولی اگه معادل درخواست در ویندوز وجود نداشته باشه، اینها از قبل اومدن یه سری
فانکشن هایی رو تعریف کردن برای اون API هایی که معادلشون تو ویندوز وجود نداره و به این دو طریق به درخواست های باینری لینوکس پاسخ میدن. بنابراین اگه ما بخوایم تو این شکل کامپوننت دیگه هم اضافه کنیم زیر درایورهای الکسکو یا الکس اس اس یه کامپوننت دیگه ای قرار میگه به نام کرنل که الکسکو و الکس اس اس با این کرنل در ارتباط هستن. اما انتی دی ال اگه از اسلاید اول خاطرتون باشه ساب سیستم ها به صورت مستقیم با کرنل صحبت نمی کردن. همه اونا در اغلب مواقع که یک روال طبیعی ویندوز هست میان با یک DLL دیگه‌ای به نام NTDLL صحبت میکنن که این NTDLL هست که وظیفه انجام این معادل سازی رو داره. بنابراین NTDLL یه سری فانکشن های خاصی رو داره که این فانکشن ها رو اکسپوز میکنه به ساب سیستم DLL ها که اون ساب سیستم DLL ها بیان از اون فانکشن ها استفاده کنن و به واسطه اون بتونن با کرنل در ارتباط باشن. نه تنها ساب سیستم پروسس ها نیتیو ایمیج ها هم هستن که از NTDLL استفاده میکنن که ما تو اسلایدهای بعدی بهش میپردازیم. NTDLL دو نوع از فانکشن ها رو داره. تایپ اول همونجوری که گفتیم سرویس های ویندوز هستن که از طریق NTDLL تو یوزر مود قابل دسترسی هستن و تایپ دوم می سری فانکشن های اینترنال هستن که توسط ساب سیستم ها ساب سیستم DLL ها یا نیتیو ایمیج ها استفاده میشن. و NTDLL به ازای همه این فانکشن ها به اسم خودشون یه دونه انتری پوینت داره و اگه خاطرتون باشه این نکته هم بارها اشاره کردیم که NTDLL و کودهای اون آخرین نقطه از یوزر مود هستن که کودها اونجا دارن اجرا میشن و نقطه ای هست که ما رو به کرنل مود میبره. طبیعتا یه سری اینستراکشن هایی دارن که مختص به یک معماری خاص هستن، بنابراین واسه معماری مختلف اینستراکشن های خاص خودشون دارن که این ترانزیشن رو انجام بده و در پایان هم به کرنل مود میرسه و سیستم سرویس دیسپچه بعد از چک کردن پارامترهای پاس داده شده اون بخش از سرویس درخواستی رو از انتیروس کرنل فراخونی میکنه. همونجوری که ما تو VTL 0 یوزر مود داشتیم تو VTL 1 اصطلاحاً آیسولیتد یوزر مود داشتیم. همونجوری که ما تو یوزر مود در VTL 0 NTDLL داشتیم اینجا هم تو IUM یا آیسولیتد یوزر مود IUM DLL رو داریم که نقش همون NTDLL واسه ما ایفا میکنه. این لایبرری هم طبیعتاً سیستم کال هایی رو داره ولی به این معنی نیستش که ایندکس سیسکالاش با ایندکس سیسکالایی که ما تو ویتل سیف داشتیم حتما یکی باشه. خود NTDLL فانکشن های مختلفی رو ساپورت میکنه. برای مثال برای لود کردن ایمیج ها فانکشن هایی داره که با LDR شروع میشه. برای منیجمنت هیپ فانکشن هایی رو داره. فانکشن های برای پروسس کامیونیکیشن ساب سیستم ویندوز داره که این فانکشن ها با CSR شروع میشه. روتین های واسه ران تایم لایبرری ها داره که اسم این فانکشن ها با RTL شروع میشه. واسه دیباگینگ تو یوزر مود هم فانکشن هایی داره که اسمشون با DBGUI شروع میشه. همچنین برای تست کردن ایونت ها فانکشن هایی داره که با ETW شروع میشه. فانکشن هایی برای دیسپچ کردن APCA تو سطح یوزر مود داره. همچنین برای دیسپچ کردن اکسپشن ها و در آخر هم روتین هایی از CRT ها یا CRAN time ها داره مثل memcopy, strcopy و مواد مختلف دیگه. اما نیتیو ایمیج ها اگر از اسلاید اول خاطرتون باشه ما 4 پروسس رو داشتیم که 3 تا از این پروسس ها از ساب سیستم DLL ها استفاده می کردن و پروسس 4 که Environment Subsystem پروسس ها بودن مستقیم با NTDLL صحبت می کردن و از هیچ Subsystem DLL استفاده نمی کردن. این به این خاطره که ما نمی تونیم بگیم که بعضی از این پروسس ها که اکثرشون هم پروسس های سیستمی هستن متعلق هستن به یک Subsystem خاص. نمی تونیم بگیم که مثلا اون پروسس متعلق به سابسیستم ویندوز یا سابسیستم لینوکس یا چیزای دیگه و از هیچ کنوم از این DLL های اون سابسیستم هم استفاده نمی کنن و در عوض اونا مستقیمن از NTDLL استفاده می کنن به جای اینکه بخون از سابسیستم DLL ها استفاده کنن و این دو مورد باعث میشه که ما بگیم یک ایمیج نیتیو هست، یعنی از سابسیستم DLL استفاده نکنه و مستقیمن به NTDLL لینک شده باشه.
حتی این نکته باید گفته که اکثر نیتیو ای پی آی که انتی دی ال ال اکسپوز میکنه آن داکیومنت، یعنی ممکنه تو آینده چینج بشه. و همونطور هم که گفتیم اکثر این ایمیج ها توسط مایکروسافت ساخته شده و یک ایمیجی هم نیستن که توسط یک یوزر معمولی ساخته شده باشه، نه که اون یوزر نتونه نیتیو ایمیج ایجاد کنه، معمولش این نیست. به عنوان یک مثال، مثال سشن منیجر رو میزنیم یا SMSS.exe. اگر از استاد قبلی خاطرتون باشه ما گفته بودیم که ساب سیستم ویندوز رو که اسمش بود CSRSS Client Server Runtime Subsystem، این توسط SMSS ساخته میشه. خب همین موضوع، این سوال ممکنه پیش بیاد که قبل از اینکه ساب سیستم ویندوز بالا اومده باشه ما یه پروسسی داریم و این پروسس چطور ممکنه بیاد بالا؟ از اونجایی که پروسس سیشن منیجر اولین پروسس یوزر مودی که توسط کرنل ساخته میشه، خواه ناخواه نمیتونه به ساب سیستم دیگه دیپند باشه. بنابراین مایکروسافت تمهیدی که در نظر گرفت این بود که بیاد سیشن منیجر رو به عنوان یک نیتیو ایمیج بیلدش کنه. از اونجایی که پروسس اوتوچک در زمان بوت اجرا میشه و توسط سشن منیجر هم پروسسش ایجاد میشه، بنابراین اون هم نمیتونه به ساب سیستم خاصی دیپند باشه. بنابراین مایکروسافت اوتوچک رو هم به عنوان نیتیو ایمیج بیلدش کرده. تو این عکسی که از دیپندنسی واکر میبینید ما پروسس سشن منیجر رو میبینیم که فقط و فقط به نیتیو دی ال ال دیپنده، و اگه هم تو اون خط هایلایت شده دقت کنین زیر ستون ساب سیستم ما میبینیم که فایل SMSS.exe از نوع نیتیو هست.